با درود بر شما بینندگان محترم، هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و چهارم از ماه آوریل، به قول ما اپریل. در روزهای دوشنبه خدمت شما هستیم و در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. تنه اصلی بحث در بر سر مغالطات هست همیشه. خب اجازه فرمایید که طبق معمول حافظ یادمان نرود یک غزل از او بخوانیم. غزل های حافظ و چند قسمت هستن، قسمت هایی که در فراز و فرود وقایع سیاسی گفته شدن. مرحوم مرگ و شعرهای بهار حدود 33 غزل انتخاب کرد، اینها را غزل های سیاسی نامید. اتفاق بسیار می افتاده. این برادران مظفری هر روز یکی لشکری می کشید و به اونی که برادر خلاصی از شیراز بیرون می کرد و باز بر می گشت می گرفت و مثل شاه شجاع و ارز کنم که شاه منصور و بقیه و بیورزه ترین اینها البته فرزندان شاه شجاع زین العابدین بوده. این زین العابدین عرض کنم که شاه شجاع دیگه پیر شده بود و مرگش نزدیک بود برای حفظ شیراز، چون شیراز بر اثر سیاست و کیاست حاکمانش در روزگار عرض کنم که حمله مغول، از حمله مغول در امان مانده بود. اما چندی بعد یک خونخوار جرار بی نظیری به نام تیمور لنگ پیدا شد و روی چنگیز رو سفید کرد. شاه شجاع برای اینکه شیراز رو در امان بگذارد آمد یک نامه ای نوشت به وجهی که یک آدم کوچکتر به یک آدم بزرگتر می نویسد. حمد و ثنا گفت تیمور رو و گفت من فرزندم زین العابدین رو به تو می سپارم و پسرش سفارش کرد یه پسر. این نامه شاه شجاع در اختیار هست. خط و ربط فوق العاده، بسیار مرد دانشمندی بوده شاه شجاع. و حافظ میگوید که تو به من کمک میکردی در غزل ها و این سخن کج ما با طبع تو راست میشد. باری حالا شعرش هم بعد براتون میخونم. اما این بی عرضه بی خیال آمد و وقتی که پدر درگذشت به جای اینکه برخیزد و هدایای گرانبهای ببرد و به اون جرار خونخوار بدهد که حمله نکند، گفت بره گم شه این مرتیکه کی، حالا کی میاد شیراز. تیمورم که نامه رو خونده بود و قبول کرده بود به اطرافیانش گفت این زین العابدین پیداش نیست، خبری نیست، مثلی که به ما محلی نگذاشت. اینها لشکر کشید آمد که از اصفهان عبور بکند. چند حاکم از همون خونخواران جرار عرض کنم که خودش اونجا گذاشت، تاتار بودن و رفت. مردم ریختن این چند نفر رو کشتن. برگشت جمیع مردم اصفهان رو سر برید و مناره های چارکله و سکله ساخت و رفت شیراز. و در اونجا دیگه زین العابدین در کار نبود، شاه منصور آمده بود، یکی دیگر از این مظفریان. نبردی بس دلاورانه کرد. خب یک شهر مگه چه تعداد سوار داره؟ 3000 نفر مقابل 30000 نفر لشکریان تیمور. چیزی نمونده بود که تیمور رو به قتل برسانه. میگن تیمور گریخ در عرض کنم که چادر زنان و اونجا پنهان شد. حالا این داستانه. باری بنابراین وقایع پشت سر هم اتفاق می افتد. عبث نیست که میگوید از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که رنگ گلی هست و بوی نسترنی. یعنی اتفاقات عجیب افتاد. عجب است که هنوز آثاری از مدنیت هست. باری بنابراین این غزل هایی که هست تقسیم بندی میشه کرد. بعضیش در روزگار صلح بوده، در پیشگاه شاه ابو اسحاق بوده قبل از اینکه مظفریان بیان،
و بعد اون امیر مبارز الدین که حاکم یزد و کرمان اونجا بوده آمده گرفته و همواره او رو محتسب میگوید، محتسب، بله، و متی از او نمی کند. و بعد تیمور آمده. هر روز یه اتفاق خونینی بوده در شیراز، بسیار بسیار روزگار ناجوری بود. باری غزلی میخونم خدمت. در عهد پادشاه خطا و بخش جرم پوش، احتمال زیاد منظور شاه شجاع هست، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش، صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش، گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. ساقی بهار می رسد و وجه می نماند، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش. با هم با سپهر عزیز، دوست عزیزم در اتاق فرمان، شوخی هم داریم. بعضی اوقات می پرسند که سپهر چه روزیست؟ میگوید روز پرداخت اجاره خانه، یعنی اول ماه هست. برای حافظ مهمترین مطلب بود است که وجه می داشته باشد. در این آمریکا وجه اجاره خانه مهمترین وجه است، یعنی اگر وجه اجاره خانه نباشد بساط به میان خیابان است. بنابراین اگر تشریف میارین آمریکا حواستان به این وجه اجاره خانه باشد. باری میگوید ساقی بهار میرسد و وجه می نما. در ایران ما صحبت اجاره مجاره نبود. در این خانه هایی که ایرانیان میشستن شاید 3 پشت 4 پشت اجدادشون زندگی کرده بودن. نه کسی مالیات نمیدونم خانه میداد، نه کسی اجاره میداد، نه چیزی، راحت زندگی میکرد. باری بله، گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. ساقی بهار میرسد و وجه می نماند، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش. عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار، عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش. تا چند همچه شمع زبان آوری کنی، پروانه مراد رسید ای محب خموش. ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو نادیدی هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش، چندون بمان که خرقه ازرق کند قبول، بخت جوانت از فلک پیره جنده پوش. به طور قطع این در متن شاه شجاع است. بسیار بسیار مرد فاضل و بزرگی بوده است در شیراز. خب خدمتتون عرض کنم در این هفته ای که گذشت ما یک در واقع واقعه ای حادث شد و اون در گذشت دوست عزیز و قدیم ما آقای پرویز کریمی. پرویز کریمی بختیاری بود از ایل بابا احمدی که اصطلاحاً بامدی میگویند. مشهورترین شخصیت بامدی در روزگار ما آسکندر بود. یه حاج السلام هم بود، البته حاج السلام مرد بی سوادی بود، بلند بلند هم حرف میزد، عرض کنم یک شکم بزرگی هم داشت اینا، اما آسکندر مرد بزرگی بود. از جمله کسانی بود که در عهد رضا شاه دستگیر شد و وقتی قوانین بختیاری رو تیرباران کردن، متاسفانه اسکندر عرض کنم که از تیرباران مسون ماند و بعد آزاد شد و بعد سالها زیست. بسیار بسیار مرد شریف و بزرگواری.
آقای کریمی دوست عزیز ما واملی بود. بله. و روزی که من می آمدم اینجا چند ماه پیش به ایشون زنگ زدم، خیلی دوست مهربانی بود. گفتم من فردا میام، گفت من امروز دارم میرم. بعد رفت به ایران و بعد از چند هفته که من رفتم شهر هیوستون، دوست عزیزم آقای محمودی، آقای غلام حسین خان، گفت که آقای کریمی هم اینجاست. آقای کریمی تهرانه، ایرانه، بختیاریه، رفته چشم دیمه. گفت نه آقا اینجاست، شب میاد اینجا با هم هستیم شب. آقای کریمی آمد با هم لبخند همیشه گید. آقای کریمی اینجا چیکار بود؟ گفت یه کار واجبی داشتم. بعد پسر ایشون که در لس آنجلس هستن، دندون پزشک هستن اینا، آمد آقای کریمی رو بردن و در اونجا از اونجا به من زنگ زد، گفت رفتم ایران دچار گل درد شدم، بلافاصله آمدم، آزمایشاتی شده، ما به سرطان جگر و لوز المعده که اصطلاحا در اینجا بهش میگوین پانکریاتیک لیور، خطرناکترین سرطان هاست، دچار شدیم و دارن میگردن ببینن قده سرچشمش از کجا بوده. بعد معلوم شد از معده بوده و خلاصه قرار شد که طبق معمول کیموتراپی بکنن. این کیموتراپی هم یعنی دیگه نمیدونم واقعا چه بگم. این کیموتراپی 6 بار کیموتراپی، 3 بار کیموتراپی شد و فوت شد. روز ای از خواب برنخواست. روز جمعه مجلس ترحیمی بود، یاد بودی بود برای این دوست بسیار بسیار عزیز و نجیب و شریف و بزرگوار. اونجا بودیم و ما هم چند کلمه اونجا سخن سایر دوستانش در اونجا خاطراتی گفتند و اینها. بله بله، هر شبت که چنین از بازی روزگار، هیچ دانسته نیست فردا چه حادث می شود. بعد یکی که ما دیروز هم دوستان آمدن که بایستی برویم 13 بدر. این ایالت تگزاس بزرگترین ایالت میلند آمریکاست، تقریبا به اندازه نصف ایران، شاید اندکی بیشتر، و خشکه، صحرای خشکی است. اما آمدن با سلیقه، با علم آبها رو جمع‌آوری کردن، اونچه آب جاری بوده، دریاچه های بزرگ ساختن، درخت کاشتن، جاهای باصفا ساختن، ضربت المثقالی آب هدر نرفته، عین مملکت خود، عین مملکت خود، مدیریت عین مملکت خود. این مایه نظم و زیبایی که در امریکا از زیر سایه قانون، همه چیز باید زیر سایه قانون باشد، همه پارک های عظیم برای نگهداشت طبیعت، یوسمیتی پارک 800 تا 850 هزار در واقع مایل مربع هست، تقریبا خودش کشوری است، چه زیبایی ها طبیعت اونجا ارائه کرده. و پارک های دیگر، انواع اقسام پارک ها در آمریکا هست و نگهداشت اینا از روزگار روزولت شد، روزولت اول، نه روزولت جنگ دوم. ما 2 روزولت داریم رئیس جمهور. اون مردی بود، اهل شکار بود، اهل بیرون رفتن بود، یک دانشمندی با او همراه شد و باش میرفت بیرون شب تا صبح کنار آتش. در لزوم نگهداری این طبیعت آمریکا با او سخن گفت و حفاظت و ساختن پارک ها شروع شد، چون آمده بودن آمریکایی پر از درخت، در حال سازندگی اره رو گذاشته بودن به این جنگل ها و میبریدن و عرض کنن که منفعت کنن. دنیای سرمایه گذاری فقط جستجوگر منفعته، نه براش مهمه جان کسی چی میشه، نه براش مهم است این دارویی که میسازین حالا یه خاصیت داره، 800 تا ساید افکت داره، اهمیت نداره. پول رو بعد بسازیم. امروز روز پول است، فردا روز پول است، پس فردا روز پول است،
حالا کره زمین هم یخاش آب شد، همش در زیر آب، هیچ مشکلی نداره. هر کسافت کاری بکنیم در حق انسان و طبیعت اشکالی نداره، به شرطی که پول رو بگیریم. این سر رو بگیریم. ولی خب به صورت در این مملکت آدم های دانا هستن، قانون هست، نگهداری کردن از این کشور. بزرگترین کارخانه های کاغذسازی در این آمریکا هست. یکی از اینا اسکات، یکی چمپیون اینترنشنال. من با یکی از این کارمندهای صحبت میکردم، گفت ما 3 میلیون ایکر زمین داریم. 3 میلیون هکتار، در واقع با هکتار برابر نیست، حالا من اصطلاحاً عرض میکنم هکتار، روزمره داریم میبریم، قطع میکنیم و این کارخانه دارن کار میکنن برای ساختن کاغذ. اما به محضی که یک درختی بریده شد، همونجا یکی کاشته میشه، 30 سال بعد میان سراغش. یعنی ما هرچی درخت قطع میکنیم 30 سال است یک درخت کم نمیشه از مجموع درختان این کشور آمریکا. در مملکت ما دوستی گفت آقا ما از گرگان رفته بودیم، جنگل ادامه داشت تا کجا، 2 سال بعد رفتیم بیدیم جنگل نیستش، بریدن دوزدان، برادران پاسدار دوزدان عزیزمون بریدن، دارن اونجا ساختمان سازی میکنن، میفروشن، جنگل میبرد. وقتی آخوند بیاد و بشه حاکم، اینا بزرگانشون که حاکم شدن 1400 سال پیش هر جا رفتن همه جا دنیا رو خراب کرد، هر جا پاشون رسید زمین دیگه گندم نداد، آقا سیب دیگه میوه نداد، از بس اینا بیعقل بودن. مهمی بود که دزدی بکنن و برگردن دیگه، اسلام رواج بود. حالا اولاد احوادشون حاکم بر مملکت ایران شدن. شما نگاه کنید به وضعیت اکولوژی و نمیدونم زمین شناسی و مدیریت و هر جاش که بنگری از جای دیگرش بدتر است. موشک سازی میکنه، فحاشی میکند که هر کی بگوید موشک سازی میکنه خائن است. حالا این موشک سازیشون هم از این است که اینا نیرو هوایی ندارن، هیچ نیروی ندارن، در واقع یه بچاقو کش پشپشه میسازن، تولید وحشت کن باری. ما رفتیم اونجا و هموطنان ایرانی ماشاءالله همه جا هستن، گروهی به رقص مشغول بودن و گروهی به خوردن غذا، و بسیار خوشحال شدیم از دیدار هموطنان و برگشتیم. روز خوبی بود، جای همه شما دوستان خالی. خب در این جلسه مرحوم پرویز کریمی ما هم چند کلمه سخن گفتیم و من میخوام دنبالش رو اینجا چون مطلب مهم هست پی بگیرم خدمتتون، و این داستان در واقع مرگ هست، مردن. خب مردن مثل تولد شدن یه امر کاملا طبیعی است، اما زندگی زیباست. هر کسی میخواد زندگی کند، طولانی زندگی کند، سالم زندگی کند. و بعد تصور این که یک روزی از این دنیا بایستی برود، از این دنیا که جایی نمیره، هیچ کس از این دنیا رفت مغالطه است، کسی از این دنیا جایی نمیره. آقا یه کره زمینی در حال چرخش، آدم ها متولد می شوند. اون چی یک آدم رو می سازه، مواد ارگانیک و غیر ارگانیک، یعنی مواد معدنی است یا ارگانیک. حالا یک کسی ممکنه 350 پوند وزنش باشه، یکی ممکنه 150 پوند وزنش باشه، اینا رو از زمین گرفته، می میره بر می گردونه به زمین. دوباره آدم ها از جای نمیاد، به جایی هم نمیره، همینجاست، نمیره بعد اون دنیا، میره بعد تو قبر. میگویید نه، پدر بزرگ تو 50 سال پیش فوت کرده، خدا رحمتشون کنه، برید اونجا یه سوراخ کوچیک ببینید، استخوناش اونجاست. این مواد ارگانیک اینا همه پوسیده از بین رفته، استخوناش مونده، نه قبرش فشار آورده، نه بهشتی رفته، نه به جهنمی رفته، همونجا خوابیده. باری این
طمع به تداوم زندگی دکان بزرگی شد برای حقبازا و دروغوها و ارز کنند که اهل دین. و این بحث مرگ آیا پایان زندگی هست یا پایان زندگی نیست، آیا زندگی یک دیوار است که پیشانی ما در آخرین لحظه به او میخورد، یا اینکه نه دری هست که ما از این در به جای دیگر میرویم، هر شود که از ابتدا دستمایه تفکر و بحث و سخن بوده است. البته جمیع دلایل که در دست هست آن است که دیوار هست، پیشانی ما میخوره به دیوار، همونجا دری نیست به جهانی دیگر، چون جهانی دیگر مقالده. جهانی دیگر کجاست؟ این آدرسی؟ چیزی؟ مسافری؟ خیام فرمود کس نامد از اون جهان که پرسم از وی یا از او، که احوال مسافران عالم چون شد. یا ما هرچی نگری بیش که بیدن نشد بیدن چی بودن، چی شد، کجا رفتیم، شما چه کردیم. و ادیان مختلف، فیلسوفان همه در این باب سخن گفتن. مایه اصلی پناه آوردن به دین ترس است و طمع. ترس و طمع، این رو مرحوم فروید گفته است. کتابی دارد به نام Future of an Illusion، آینده یک توهم، بعضی میگن پندار. حالا اینو گفتم یادم اومد که این شعار بسیار زیبای گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک رو یک آدم بیعقلی آمد گفت اندیشه نیک. آقا چه میگی؟ گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. شما وقتی این رو از وعظ خارج میکنی صامتش میکنی، دیگه بردی نداره در اذهان. فکر کرده خیلی منطقیه، ده پندار یعنی مثلا توهم، نه همینطور بوده. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. باری آینده یک توهم، فروید میگوید، میگوید در سایکولوژی آدم ترس و طمع باعث شده است که بچسبد به این ادیان و اینا. مردمان مختلف سخنان مختلف، اندیشه های مختلف دارن در باب این داستان. هندوها، بودایی ها، میدونید که بودا یک شاهزاده بود، طوری اغراق کردن در عظمت تشکیلات پدر بودا که گفتن 40,000 کنیز داشته و اینا همه مواظبت میکردن که نکند یک روز این شاهزاده برود و فقر و بیچارگی رو تجربه کند، که برود بیرون و عوام الناس رو ببیند. نه، نگهداریش میکردن. اما بودا خسته شد از این فضای قصر، نمیگم باشکوه، ولی خسته شد رفت بیرون. رفت اونجا یک پیر شکسته دید، پیر مردی بر اثر گذشت سالیان، خمیده قامت، و شوکه شد از این داستان. پیری برای شد یک مشکل، و آمد منزل، آمد به کاخ، بعد رفت. بعد در اونجا دید که جسد یک مرده رو میبرند. مرگ هم پس براش یک مسئله شد و بیماری. بودا سر به بیابان گذاشت،
قصر و تشکیلات شاهی و همه رها کرد، رفت در زیر یک درخت و در اونجا 30 سال تفکر میکرد و رفته رفته پیروان جمع شدن و آیین بودا از سخنان بودا به وجود آمد. دارای 3 اصل هست، بهش میگن 3 jewels، یعنی 3 گوهر اندیشه های بودا. میگوید اون چه هست در جهان هستی درد و رنج هست، به زبان انگلیسی disjointment. انگیزه disjointment یا درد و رنج انسان در روی زمین آز هست، طمع هست، desire هست، خواست، خواستن. و بعد در اون اصل سوم میگوید ما میتوانیم به اینها پیروز بشویم اگر بر طمع خود پیروز شویم. استاد توس اونجایی که رستم لباس پوشید، لباس رزم تمتن بپوشید، ببر بیان نشست از بر ژنده پیل ژیان. یا آمد بدون دشت آورد گاه، نهاده به سر بر از آهن کلاه. بعد فردوسی وارد همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیشی بود. تمام تلخ کامی ما میگد میگوید میفرماید حکیم طوسی از افزون طلبی ما، همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیش. آدم ها دیدین 70 سالشه، همه بانکارم پر کرده، هنوزم داره میدوه دنبال پول. ای بابا کجا میری عمو؟ باری بودا عرض شود که به مذاهب هندی اینها معتقد به تناسخ هستن، یعنی آدم که میمیرد متناسب با اعمالش که کارما گفته میشه تبدیل میشه بعد به یه جانوری دیگه، دوباره به یه جانوری متناسب. اگه اعمالش خوب باشه زندگی بهتری داره در زندگی بعدی، اگر که در کارما بد عمل بوده باشه زندگی سخت‌تر. و یک راهی هم باز گذاشته که میگوید که اگر مثلا اخلاقیاتش، اعمالش، رفتارش به درجه رسه به نیروانا میرسد، از این سیر در واقع مدور تناسخ پرتاب میشود به یک جایی مثل بهشت است و چنین است و چنان است. این خلاصه در واقع تعلیمات حضرت بودا و متاسفانه ما تقلید کردن زندگی بودا رو. ابراهیم ادهم زندگیش کاملا شبیه زندگی بوداست. این پادشاهی بوده در خراسان در یک جایی، اگه خطا نکنم بخت احتمالا، بعد میره بیرون و خیلی 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 مثل یه بازسازی بوداست داستان ابراهیم ادهم، خیلی هم جالب. ادیان ابراهیمی موضوع مرگ رو به گونه دیگر میبینن. قدیم ترین اینها همونطور که مطلع هستید و میدانید عرض کنم که آیین یهود هست که میگوید همه چیز همین جاست. در تورات بنگرید، نه بهشتی اونجا هست نه جهنمی هست، از همین جا شروع میشود، همین جا خاتمه پیدا میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بد نیست اشاره بکنم به موضوع اینکویزیشن یا تفتیش عقاید که در اسپانیا اتفاق افتاد. اونجا
قرار شد که مسلمین رو بیرون کنن، یهودی‌ها رو بیرون کنن، یا بمانند و مسیحی بشوند. اینا نشدن. یه دی گفتن ما کار خودمون میکنیم، ظاهرا کلیسا هم میرویم، و کشفشون که میکردن، میپرسیدن، معاینه میکردن، به خصوص موضوع ختنه رو. اینها خیلی سند مهمی بود، به محضی که پیدا میکردن داد و فریاد و تنبیه و بند و بسات دنبالش بود، و بسیاری گریختن از اسپانیا به هلند و اینها. یک نامه ای نوشتن به اسقف بزرگ، اسقف بزرگ یهودیان در روم، که ما چه بکنیم؟ در کتاب اینفدلز، یک دانشمند آمریکایی میگوید، اون نوشت که شما تعدادتون قلیل هست، حریف نیستید، بروید پزشک بشوید که جان اینها در دست شما باشد، بروید بازرگان بشوید که پول در دست شما باشد، و عرض کنم که وکیل بشوید، حقوقدان، که قانون رو بدانید. این سه چیز رو اون لیدر سفارش کرده بود. باری این داستان بهشت و جهنم و قضایا از ایران کشید به اطراف و اکناف جهان، و وقتی مسیحیت ظاهر شد، وارد آیین مسیح شده، جهنم که توصیف می کند در انجیل جاودان هست، و بهشت و بندرستاتش هم همون جا هست، و اسلام هم که هر شبت که پیدا شد، خب اسلام بارها عرض کردم، قرآن چیزی نیست جز رونویسی تورات هست، و قضایایی از ایران گرفته و اندکی از مسیحیت، چون روح انجیل یکی روح انسانی است و روح صلح هست با کاری که این دوستان میخواستن بکنن و میکردن، یعنی قتل و غارت و کشتار و از اینجور چیزا جور در نمیامد. این است که از مسیحیت خیلی نگرفته. بهشت و دوزخ و بند و بساط اینها رو هم از ایران گرفتن، بالاخره ساختاری ساختن. خدا، جبرئیل، پیامبر، بعد مؤمنین، بهشت، جهنم، این ساختار آیین اسلام هست. و عجیب دینی است دین اسلام عزیز ما، که در این دنیا از خدا باید بترسیم و دستوراتش رو اجرا کنیم، با هزار بدبختی یک عمری رو، زحمت و رنج و گرفتاری به سر ببریم، بعد که دندر گذاشتیم زمین، تازه گرز نکیر میاد بالا سر. حالا وضعیت امروز که بماند، شلاق آخوند و کتک آخوند و فحش و فضیحتی که از آخوند میخوریم و توهینی که آخوند ملعون به همه ما میکند و به فرهنگ و به شرف و به حیثیت این مملکت و به هستی این مردم، این ستمکاری که روا داشته و همه رو دچار وحشت کرده بماند، این مایه فقر و بیچارگی که در سرتاسر این کشور هست و بیش از 40% غذا به قدر کافی ندارن بخورن، بماند. حالا تنش گذاشته زمین، سرش گذاشته خشتی زیر سرش که راحت باشه، نکیر از این بر میاد و منکر از اون بر، و با گرد آتشی ایداد بیدا که ما اسمو کرد. بابا اسم من چی کار داری دیگه؟ اسمم که داشت اداره اطلاعاتم بود، اسم من هزار جور بود اونجا. آقا تو این ده های اداره اطلاعاتی اسم ما رو داشتین، 40 بار در خونه ما اومدین کتک زدین، جای شلاقا هست گرز نکیر. بل بکن نیستین، نه الله. شروع میکنه به محاکمه بعد یه روزی.
جهنمش هم هیزمش تمامی نداره. به صراحت میگوید که میسوزانم شما را، ما میسوزانیم، پوست به تنتان پوست نو میکشیم، دوباره میسوزانیم و این پوست سوخت دوباره پوست نو میرویانیم و میسوزانیم و تا ابد میسوزانیم. این آقای خمینی حرف زدن و این تونالیته صداش این صدای الله بود. من تو دهن این دولت میزنم، بکشی دشمنان اسلام را. این الله عیناً اخلاق خمینی. خمینی مسلم واقعی بود، یعنی نماینده حقیقی الله بود. حرکات و بجناتش و رفتارش هیچ ترحمی در حق هیچ کس نداشت، قدرت خودش رو میخواست فقط. بعدم دستور داد به این دوستان یارانش که اگر لازم آمد همه کار بکنید که نگه دارید این قدرت و پول رو برای خودتان. شما آخوندها حاکم این مملکت هست. اخلاق الله کاملا شبیه اخلاق خمینیه. این قرآن رو بایستی بخوانیم هر روز، روزی یک ساعت دو ساعت آقا بخوانیم، نه اینکه توهین کنیم بهش، بخوانیم ببینیم چه نوشته. هیچیش به هیچیش مربوط نیست. مطالب پریشیده، باطن سیاه، وحشت اللهس، کتاب وحشت. بشیر و نذیر گفتن القاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بشیر و نذیر، نذیر یعنی کسی که وحشت میده، میترسونه. بشیر کسی که بشارت میده و نذیر کسی که میترسونه. جز وحشت درش چیزی. بنابراین با مرد راحت نمیشی پدر. و این شده ضامن اجرای دستورات. بخش اعظمی از مسلمین از ترس فشار قبر و گرز نکیر و اون داستان جهنم و ایناست، این بیچاره کل به سهر پا میشه وابسته به نماز. به یک کسی گفتم آقا شما اگر یک بچه 3 ساله یک کاری بکنه که درست نیست، یک کاسه آب وارونه کنه، نمیدونم بزنه یک گیلاسی رو بشکنه، چیکارش میکنی بچه رو؟ گفت بغلش میکنم، دوتا میبوسمش، میگم عزیزت خوب نبود، بشن تمیز میکنم. گفتم خب فاصله بچه با تو بیشتره یا فاصله تو با خدا؟ گفت البته فاصله با خدا. گفتم آقا اون خدایی که در ذهن تو متصور هست خدای اشتباهی بابا جان. خدا بایستی خیلی بزرگتر از این داستان ها باشه که بیاد یک آدم بیچاره بدبختی که خودش خلق کرده بیاد حالا هی بسوزانه و هیچ گذشتی نداشت. حافظ گفت نصیب ماست بهشت، ای خدا شناس برو که مستحق کرامت گناهکارانن، خدا بخشنده است. اگه باشه و سرمایه گذاری آخوند روی وحشت از مرگ بیشترش، بخش اعظم پولی که از جیب ملت میزنن اینها از ترس، از ترس این، از ترس همین داستان ها، ترس فشار قبر، آتش جهنم، چاه ویل که اون ته، چاه دشمنان علی، ته جهنم یک جایست، چاه دشمنان علی است. دشمنان علی رو میبرن میدادن اونجا، حرارت چندین هزار برابر
بیشتر از جهنم معمولیه. حالا جوکلاتی هم در این باب زیاد هست که حالا من واردش نمیشم. دشمنان علی، بنابراین سرمایه گذاری آیین اسلام عمدتا بر مرگ و بعد از مرگ و ترس عذاب الهی از فشار قبر شروع میشه و به جهنم خاتمه پیدا میکنه، خاتمه پیدا نمیکنه، تا ابد میسوزه. جای آخونداست اونجا، مفخورا، آخوندا، زورگوها، سیدای شکم گنده گردن کلفت مفخور، اینا همینجاشون اونجاست. ما هر چی نگاه کردیم یه آدم درست حسابی نشناختیم که جاش در بهش باشه، که بشه باشه دو تا کلمه حرف بزن. خب حالا شما تصور بفرمایید گروهی به قدرت برسن، این اسلحه رو در دست داشته باشن، یه بابایی در یک بیابانی هیچ زوری بالای سرش نیست، از ترس کله سهر پاشه هی دولا بشه سرش بذاره زمین، مبادا که اون فشار قبره، آدم هرچی دانشش کمتر خداش بزرگتر ظالمتر، تا چه رسد که نمایندگان این طرز تلقی از جهان و این طرز تفکر حاکم بشن، چماق هم دستشون باشه. از چند طرف میخوریم اون موقع که داریم میخوریم؟ هم چماق آخوند رو میخوریم، هم چماق نکیر. بابا یکیشو باید بخوریم، شلاق آخوند رو میخوریم، اردنگی خدا. اینجا میگوید گناه کردی شلاق میخوری، مشروب خوردی. اونجا هم به جهنم میبرند که گناه کبیره شده. معلوم نیست داستان چی هست. آقا قانون کجاست؟ گناه کجاست؟ آقا این داستان گناه و ثواب این داستان اخلاقی است، در اختیار مردم، هر که دلش میخواد باید بتواند گناه بکند. آقا من دلم میخواد گناه کنم، به تو چه ربطی داره مردک؟ من دلم میخواد موسیقی گوش کنم. اون مطلبی که گفتم راجبون جنی که میاد غیرت ممکه، دیدم دارن نشون میدن در وسط آمریکا، یه آخونی داشت میکنه میگفت یک ماه هر که موسیقی گوش کنه بعد یه کسی با همسرش جلو چشمش بخوابه، این به خاطری که موسیقی گوش کرده این دیگه غیرت نداره اصلا حرفی بزنه. یک مش مزخرفگوی بیعقل حاکم شدن بر یک سرزمینی که بر مبنای خرد ساخته شده از روز اول. شما تصور می‌فرمایید امپراتوری ساختن مثلا کار آسانی است؟ تا مدیریت نباشه، تا خردمندی و بزرگواری نباشد، تا برآوردن نیازهای مردم در کار نباشد، امپراتوری نمیشه ساخت. این اجداد ما مثل کوروش کبیر که در بین اولیا و انبیا که سهل است، در بین همه بزرگانی گیتی هرگز نظیر پیدا نکرد، بر مبنای خرد و انسانیت اولین امپراتوری بزرگ رو ساخته. شما به عربستان نگاه کنید، از ابتدا در ستایش خرد هست تا پایان. شاهنامه فردوسی رو نگاه کنید که ریشه در عربستا داره. شاهنامه در قسمت های نخستین کتاب ده ها بیت ستایش از خرد
خرد. این نگاه مذاهب بود در واقع، به طور خیلی خلاصه خدمتتون عرض کردم. بله، دنیای دیگری هم هست، وقتی که میمیری نمیمیری، میری اونجا و این داستان ها هست و عرض کنم که دادگاه هست و بندرسات هست و اینها. این بدون جهت بود که در بیابانهای داغ عربستان که نمیشد، که سیستم قضایی نبود، سیستم پلیسی نبود، مدنیت نبود، بایستی یک کاری میکردن که این دستوراتشون از ترس اجرا بشه، وقتی هم خودشون نباشن، از ترس این مطالبی که به میان انداخته و به نام خدا در کتاب نوشتن، دستوراتشون اجرا بشه. خیلی هوشیاری میخواد این کار، کار آسانی نیست. و اون این که اینا آمدن یک عده‌ای سود طلب طمعکار دنیا دوست، که آقا خب ما این مردم رو به خدا رها کنیم چی گیر ما میاد؟ اگر هر کسی در مقابل خدا مسئول باشه چیزی گیر ما نمیاد. ما باید واسطه بشویم بین اینها و خدا. دیدید که سر مرز اونجا چیز میگیرن، مالیات میگیرن، مالیات واردات. آمدن و امامت رو به میون انداختن، مایه نمیخواد امامت، 4 تا دروغ میخواد نیمت پارچه. و این کار رو در حق ما کرد، به طوری که خدا از ایران زمین رخت بربسته. آقا خدایی در ایران زمین نیست. شما که آخرین باری گفتید ای خدا یا خدا کی بوده؟ ای گفتی یا علی یا امام جعفر صادق، اینا کی بودن؟ آقا چه کاره بودن؟ اصلا تأثیرشون در تاریخ بشر چی بوده؟ چه از این چیزا چه کردن برای بشریت؟ یا امام حسن عسکری، این امام حسن عسکری آقا بیایم ببینیم چه کرده پدر جان. آخه احترامشون واجب، چقدر باید باج به آخوند داد بابت اینها؟ هر یکی نیمت پارچه سیاه بست به کلش و گفت که من از صلب نمیدونم حضرت سامن الامه هستم، بدیم من بخورم، حکومت هم مال منه. به جهت این که مال علی بوده، حالا خود محمد از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هیچ شغلی بهش نمیداد. حکومت جهان مال اون بوده، حالا به ما به اسم رسیده. به ما چون امام غایب شده ما نمایندگانش هستیم، شما باید جان بکنید از ما توسری بخورید، ما مال شما رو میخوریم، مملکتتون رو خراب میکنیم، به هر کس بخوایم تجاوز میکنیم، زندانها رو بزرگ میکنیم، اموال شما رو به دیگران میبخشیم، به عربها و غیره میدهیم، چون ما از اولاد علی هستیم. حالا ما بدهکاری ما به علی چیه؟ آقا ببینید، آقا ما این ملتی هستیم، ایرانی آریایی پدر جان، بنیانگذار نخستین مدنیت به قول هگل. چه بدهکاری ما داریم به شما؟ تا کی بدهکاریم به شما؟ شدن واسطه بین خدا. یه توسری از اینا میخوریم، یه توسری از خدا، 2 توسری از اینا. آقا هر کسی مسئول اعمال خودش هست در مقابل خدا، نه غیر از اینه. مگه خدا اصل کار نیست؟ اما خدای در ایران از میان بردن، خدا را در ایران. برای خدا چه کردن؟
هر روز یه امامزاده درست میکنه که خرافات رو تا حد امکان در جان ایرانی و بچه های تازه متولد شده و انقدر تو بوق و کرنا میکنن و میزنن که این مملکت مزمحل بشه در این خرافات که یک سره در حلقوم اینها باشد تا ابد. امامت عوض نیست که این اهل سنت هر جا شیعه ببینن سرش میبره، یعنی آقا محمدی بوده پیغمبر به قول معتقدین آمده قرآنی هست، ما اون چه در قرآن هست عمل میکنیم، بعضش از این شعب دین شریف اسلام میگوید آقا محمد هم کاری نبوده پستی بوده. چه احترامی داریم زیادی برای محمد بذاری؟ زدن قبر پدرش خراب کردن، قبر عبدالله رو در همین گورستان بقی و قبر بقیه رو گفتن آقا خداست اصل مطلب و قرآن پیامش. رافضی دست جلال بغل گوشش روی مسجد اشهد ان علی ولی الله، که محمد چنین چیزی گفت؟ از کجا آوردی آقا علی ولی الله یعنی چی؟ اصلا پیش مردان بزرگی که در صدر اسلام بودن ایشون واقعا کاری نبود. در مقابل نمیدونم آدمی مثل سعد ابن ابی وقاص و عرض می شود که معاویه و آدم های بزرگ سیاسی صدر اسلام، عمر و اینها، ایشون یه آدم جوانی بود و در این انقلابات اجتماعی که اتفاق می افتد بعضی ها تندروی می کنن، آدم کشی میکنن، کف میزنن براشون تا انقلاب برقراره. به محضی که نوبت تقسیم مشاغل شد سرنوشت این سرنوشت صادق خلخالی است. وقتی از شما از هر قبیله 10 نفر سر بریدی بیعت نمی کنند با شما، که اون زمان گذشت، زمان کشتار، حالا زمان تقسیم مشاغل نمیدم خلخالی نمونش. پای خدا رو قطع کردن از معنویت ایرانی. هی حدیث جعفر صادق، حدیث امام باقر، از کجا آوردی؟ هیچی. حدیث صحیح هست، از کدوم صحیح؟ چی صحیح کجا؟ آقا شما به برادرت یه حرف میزنی، این حرف به مادرت گفته میشه، مادرت یه قصه دیگه به شما میگه، میگه مادر من که اینا رو نگفتم، میگه برادر دیگه نمیگفت. از 2 دهان که حرف گذشت 1000 تغییر در شکل تازه میشه. از اینجا میگوی 1400 سال پیشه ابن عباس این رو گفت. یه جای جهنمیست ایران امروز. آقای خامنه ای نشسته با اون عمامه چند تا نور مهتابی روشن کردن، فیلم بردارم گرفته که این منور دیده بشه، به کلاهبرداری حقه میشه. یا امامه که گذاشتن که بیان ببینن در اون جایی که گذاشته بودنه 40 جور چراغ انداخته بودن که مردم عوام بیچاره نادانی که این مستبدین گذشته به عوض تعلیم و تربیت و بودجه به جای اینکه بخش عمده بودجه مملکت و صرف تعلیم و تربیت و بیدار کردن مردم بودن تو پتوفن خریدن یا به این و اون دادن یا از میان بردن، یک جامعه بی سواد. بی سواد ابی غور میگوید آقا تعلیم و تربیت، درس خوندن یعنی رها شدن از خرافات. اگر کسی تعلیم دید و به خرافات معتقد بود، تعلیم ندیده که. از الف تا یه
جهالت است و خرافات. خانمهای محترم لباس قرمز می پوشن، ثروتمندان تهران آش آلو می خورن، منزل فلان خانم جمع میشن، بقیهش هم یه خودتون حدس بزنید چی کار میکنن. تنبک میزنن و صداها در میارن از خودشون به روح عمر. این شده دین، دین شده دین ایرانی. جماعت علی اللهی، خود علی اگه بود حتما اون همه معروف رو در میار، همه اینا رو گردن میزد، کما اینکه زد یه بار. باری از بس به دور نیفتیم. فیلسوفان، هیچ یک از فیلسوفان اعتقاد به این که بعد از مرگ یه جای دیگه یه چیزی هست نگفتن، مگر متکلمین، متفلسفین. در مسیحیت هم داریم، در اسلام هم داریم. یه عده متفلسف بودن، فیلسوف نبودن، رفته بودن شیوه های بحث فلسفی رو یاد گرفته بودن، می اومدن و مثلا استدلال میکرد. و دنیای دیگر، چه دنیای دیگری؟ کی آمد؟ کجا؟ فرض کنیم حدس به شما چه؟ شما باجگیران اون دنیا هستید. اپیکور میگوید در واقع هم فیثاغورس هم دموکریتوس، اینا فیلسوفای بزرگ یونان هستن، هم افلاطون و هم ارسطو با این خرافات مخالف بودن، به ویژه اپیکور. میگوید مردم از مردن میترسن، پنداری وقتی مردن زنده. کسی مرد که چیزی رو حس نمیکنه، وقتی مرگ هست که زندگی نیست. میگوید من از مرگ ترسی ندارم، چون تا من هستم که مرگ نیست، وقتی مرگ آمد من نیستم. و بحث های خیلی مفصل و دراز در واقع در باب همین مغالطه مردن و اون دنیا تنبک زدن و بهش رفتن و به جهنم رفتن. طوری اخلاقیات رو از ما گرفتن که به خاطر اخلاق نیک، به خاطر نیکوکاری، در راه احسان به کسی کمک نمی کنیم. اگه 10 شایی هم به گدا میدیم برای اینه که حضرت عباس یه چیزی به ما بده. مثلا احسان در ایران بر افتاده. یه چیزی به وجود نیاوردن. آقا این سازمان کوچکی بگذارن فرامیان ایرانی به هزار زحمت گریز از وطن به ترکیه، اونجا دو تا پتو به اینا بدن که آقا تو سرمای ترکیه این بچی که بتوارن بگیرن یه کاری بکنن، یه چیزی هیچ، هرکسی راه خود رو گرفت. چون خدا رهبر رفته ما محمد باقر رو دار دسته، اینا شای خدا رو گرفتن، اون چنان برای کربلا به سینه میکوی و سوز ساز که عواطف ما چیزی ازش نمونده که خرد خود ما بکنیم. وقتی کسی که فرض کنید که یه قلدکی داره همه قلدکش رو باره بریده سریع داده که قلدک چی دیده خودش خرش کنه، آتفهی نمونده که خرد حسین میکنید.
میبینیم همسایه شکمش امشب سیر شده در کتابی گرسه داره میکنه. اونم به خاطر احسان نیست واقعا، اونم برای اینکه یه چیزی گیرمون بیاد، واسه یه چیزی بهمون بده. وقتی رفتیم تو صف واسدی باباش پارتی تو رو ببرن اونجا به اون هوری بدن. کمالات اخلاقی اسلام چی چه چه کمالاتی؟ کدوم کمالات؟ اصلا معلوم نیست خوب بدش به هم ریخته، به هم مثل آش که میپردن همه چیز درش میریزن. میگه احسان و فتوت و بزرگواری و انسانیت و اینا همه از میون برداشته شده واقعا، چون راه خدا گم شده واقعا. این خداشناسی بسیار بسیار چون ارز کنم در گسترش معنویت اهمیت داره، چون وقتی شما خدا تصور میکنید متعالی ترین امر هستی رو پذیرفتید در خیال و در تصور. بنابراین ذهنیت آدم خداشناس به تعالی سوق داره. اون چسبیدی به حسین، یک طرف قلبت پر از کینه و نفرت میشه از اشقیا. حسین هم یه بنده بوده بیچاره، یه سیدی بوده کل شهر. کودتاش نگرفت، نشد آقا. جرمش ایرانی ها باید بود. باشه هرچی دلشون میخواد برای حسین برن سرون، نه با چماق دولت پول از مردم بگیریم. سر هر خیابونی 40 تا صندوق گذاشتیم. باری وقت ما تمام شد هموطن گرامی. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن. الله اعلم برشاد. از شما سپاسگزارم هموطن گرامی، دوستان محترم هر جا که هست از سپهر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید دینم زمین، زنده باد از اون.